پارت دو. سلام بچه ها، خسته نباشید. قسمت دوم مدار، میخوایم اون چیزایی که بهتون گفتیم و پیش زمینه قرار بدیم، بریم سراغ مباحثی که از میکس شروع میشه. اول میکس، بعد مسترینگ و بعد تلفیق میکس و مسترینگ که میشه یک موزیکو تولید کرد. باید راجع به یه سری مباحث با تو صحبت کنم که از مانیتور اگه فیلم گرفته بشه اینجوری بهتر میشه کار کرد. میخوایم از قسمت بالایی پروژه شروع کنیم، قسمتی که ما بهش بگیم قسمت ابزار، یه جور جعبه ابزار واسه برنامه میکس ما. قسمت اولش شروع میکنیم، قسمت آبجکت سلکشنه. یک فلشه که همین الان روشه. اصل بر اینه که همیشه ما روی این قسمت رو فلشیم، چون میخوایم سلکت کنیم. با این قسمت میتونی انتخاب کنی سیگنالتو، روش سلکت کنی و روش تغییرات انجام بدی که خودش به سه قسمت تبدیل شده که قسمت های بعدی شو تو مراحل بعدی بهتون میگم که چه جور تأثیری میتونه داشته باشه، مثلا تایم استرچ که چه کار میکنه با صدا. قسمت دوم قسمتیه که میتونی باهاش سلکت کنی بعضی سیگنال ها رو که خودت بخوای، یعنی بدون این قسمت آبجکت سلکشن میتونی رو بعضی از سیگنالات سلکت کنی و توشون تغییر و تحول ایجاد بدی که اینم توی مرحله های بعدی گفته میشه. فعلا چیزای بیسیک تر رو میخوایم بهتون بگیم. اسپلیت قسمت سوم، قیچی میتونی وقتی که روش سلکت کردی و اکتیف شد میتونی هر کدوم از سیگنالایی که میخوای و قیچی کنی و باز بیایی رو قسمت آبجکت سلکشن، یعنی همون فلش خودمون، روشون سلکت کنی که سیاهشن و بتونی روشون یه سری تغییرات انجام بدی. پس قسمت اسپلیت هم واسه بریدن سیگنال ها استفاده میشه. با این قسمت، قسمت چهارم، فعلا کاری نداریم، خیلی باید محتاطانه بریم جلو. راجب این چیزا اگه بخوام بهتون بگم، راجب بعضی از این آپشنایی که اینجا داریم بخوام واسه تون بگم، ذهنتون درگیر میشه، از همین چیزی هم که هست میمونید. پس فعلا قسمت چهارم رو میذاریم کنار، میریم سراغ پاک کنمون. قسمت پنجم توی جعبه ابزارمون میتونیم هر سیگنالی رو که میخوایم باهاش پاک کنیم. خیلی چیز ساده و بدیهیه که اصلا لازم نیست بخوام بیشتر از این روش مانور بدم. و میریم سراغ قسمت بعدیمون، زومین. علامت زوم کردن رو یه مثبت روشه. میتونید روی سیگنالاتون زوم کنید، میبینید که هر چی داریم میزنیم این سیگنال داره بزرگتر میشه از قبل، اونقدر بزرگ میشه که حالا سمپل ریتا و چیزایی که باید بدونید دیده میشه توش. قسمت بعدی قسمت میوته، علامت ضرب داره. روی هر کدوم از این سیگنالایی که خواستید میتونید بزنید و اون سیگنال میوت میشه، یعنی صدا بی صدا، هیچ صدایی از اون سیگنال در نمیاد و دوباره میتونید برگردونید بزنید دوباره این سیگنال بیاد. قسمت بعدی، راجع به این قسمت بهتون بگم تایم وارپ، اسمش تایم وارپه. راجع به این قسمت میتونم بگم واسه تعیین تمپو میتونه به دردتون بخوره که من خودم بر طبق اون سلیقه شخصی که خودم دارم این قسمت رو پیشنهاد نمی کنم بهتون، با یه قسمت دیگه، با یک روش دیگه، روشی که خودم طی تجربه‌ام باش کار کردم تعیین تمپو رو بهتون یاد میدم. قسمت دراف به شما یک مداد میده که میتونید توی پروژه‌تون یه سری تغییر و تحولات ایجاد کنید، مثل ایونت پر کردن. مثلا بذارید من بهتون یک نمونه نشون بدم. میتونید ایونت پر کنید. ایونت چیه؟ باز ایونت هم تا چند دقیقه دیگه واسه تون توضیح میدم که چیه. میتونید سیگنال، به قول معروف سیگنال پر کنید و یک سری تغییرات توش انجام بدید. قسمت دراف به درد اتوماسیونتون هم میخوره، خط اتوماسیونتون رو میتونید باهاش تغییر تحولات ایجاد بدید، کم کنید، زیاد کنید، مثبت و منفی. و اتوماسیون هم گفته میشه، نگران این مباحث نباشید که به گوشتون آشنا نیست. لاین هم کاری که دراف کرد و میکنه توی قسمت اتوماسیون. نمیتونید باش سیگنال بسازید مثل این قسمتی که من ساختم واسهتون، فقط میتونید توی قسمت اتوماسیون باش تغییر تحول ایجاد بدید، خط کشی های ولوم، پن و بقیه افکت هایی که دارید انجام بدید. قسمت بعدی قسمت
به شما یک به اصطلاح بلندگو میده، به شما یک بلندگو میده که میتونید پلی کنید سیگنال ها رو باهاش. من روی این سیگنال میزنم، کلیک میکنم و نگه میدارم. ببینیم که پلیش میکنم، که با سولو کردن یک لاین هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من الان این لاین رو سولو کردم، اسپیس. پلی هم این کار رو واسه تون انجام میده. قسمت بعدی قسمت کالر، قسمت رنگ هاست، که میتونید ایونتتون رو باهاش رنگ بزنید. و اصولاً کسایی که دوست دارن یه آرامش روانی توی پروژهشون داشته باشن، یعنی از این رنگ خاکستری رها بشن، از این رنگ زیاد خاکستری رها بشن، میتونن پروژهشون رو لاین ها رو با این قسمت رنگ های مختلف بهش بدن، که این خودش هم قاعده خودشو داره. یعنی اگر میخواید کلاسیک و قاعده مند توی جز جز حرکات میکستون کار کنید، باید رنگایی که مختص همون ساز و همون ماهیت صدا رو انتخاب کنید، که یه مبحث جدا داره، از حوصله این کلاس هم خارجه، مباحث خیلی بیشتری است از این که بخوام واسهتون توضیح بدم. جعبه ابزار ما به پایان رسید. از آبجکت سلکشن گرفتیم، توضیح دادیم، یک سری ها رو جا انداختیم که توی برنامه های آینده باش آشناشیم، تا رسیدیم به کالر تول و دیدیم که میتونیم توی پروژمون یه آرامش روانی داشته باشیم از لحاظ ترکیب بندی رنگا. توی جلسه بعدی میخوام بهتون اتوماسیون رید و رایت رو یاد بدم. فعلا دوستان تمرین کنید تا جلسه بعدی ببینیم میتونیم با هم دیگه چجوری پیش بریم. خسته نباشید دوستان، فعلا.